الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربي بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب ماشاءالله ماشاءالله پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس شب قدر را احیا بدارد تا سال آینده عذاب بر او برداشته می شود. به نام یاد خدا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینده های خوب برنامه امشب. شبتان بخیر، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که امشب هم با شما هستیم. در یک ساعت برنامه ما که تنها نیستم، همکار بسیار خوبم جناب استاد کاظمی همچنان با ما هستند و مهمان های خوب ما داشته های خوب را امشب هم تقدیمتان می کنیم و امشب قرار است صحبت کنیم در مورد شب قدر، اینکه ما چگونه قدر را باید قدر بدانیم. امیدوار هستم همه ما از ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، به بهترین شکل ممکنش استفاده کرده باشیم و واقعا به معنای واقعیش قدر را قدر بدانیم. تا
تشکر میکنم از همراهیتان تا این دم. رفت و برگشت کوتاه، زود زود برمیگردیم. ما را با مهمان اول ما فراموش نکنین و تشکر از زهرا جان صوفی زاده با تلاوت زیبایشان که استدیوی ما را متبرک ساختن. فقفه خیلی خوش برگشتید، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امشب و جا داره که تشکر بکنیم از حامی مالی برنامه. لحظات شادی و نوای همدلی را در این ماه ضیافت با نوشیدن پارتی تجربه کنید. در این لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم صبغت الله وثیق عالم دین. سلام، طاعت عبادت قبول، وقت شما بخیر، خیلی خیلی زیاد خوش آمد. تشکر استاد گرامی. ما هم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خود را خدمت شما و خدمت همه همکاران شما و خدمت همه بینندگان خوب برنامه امشب تقدیم میکنم. امیدوارم که این ماه پرفیض و ماه پربرکت و این ماه تغییر و این ماهی که رهنمای 11 ماه دیگر هست، انشالله که ما از این ما بتانیم که استفاده درست بکنیم انشالله. و در این حال یک تغییرات کلی را در زندگی فردی و اجتماعی ما بیاره انشالله. یقینا انشالله که خداوندی توفیق نصیب همه ما شما بکنه انشالله. جناب وثیق صاحب، وقتی که ما در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم، یکی از شبهای بسیار ارزشمندی که به تعابیر مختلف در چند شب که ما شاید نتونیم او را درست درک بکنیم که شب قدر است، نهفته شده. اصلا علایم و نشانه های شب قدر را اول باید یک واکاوی بکنیم که چی است. در ارتباط قدر، معنا و مفاهیم متعددی را البته در نصوص شرعی، در آیات قرآن کریم و حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر شده. اولی که قدر را، همان طوری که الله متعال در سوره مبارکه قدر می‌فرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر، یقینا ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم. اگر ما ببینیم تمام کتاب‌های سماوی در ماه مبارک رمضان نازل شده، مثلا صحایفی که به حضرت ابراهیم علیه السلام در اولین شب ماه مبارک رمضان نازل شده، تورات در شب ششم ماه مبارک رمضان، اگر ما زبور را ببینیم در 16 ماه مبارک رمضان، انجیل در 18 ماه مبارک رمضان و قرآن کریم در شب 23 ماه مبارک رمضان که شب قدر است. اول قدر را به خاطر قدر میگن که یعنی این ما و این ماهی که در این ماه قرآن کریم نازل شده، ای صاحب قدر است، صاحب شرف است، چون در این ماه و در این شب قرآن کریم نازل شده که نزلناه فی لیلت القدر، یقینا قرآن کریم رو ما در شب قدر نازل ولی کردیم. ولی جالب اینجاست که دقیقاً آیه بعدیش و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی قدر یعنی چی هست؟ بله. اول قدر به معنای احترام، به معنای شرف است، یعنی معنای چی هست که کسی که پیش از ماه مبارک رمضان قدر نداشت، اما با درک کردن این شب قدر و منزلت و جایگاه از این بالا میشه، یعنی به پروردگار خود نزدیک میشه. اشخاصی که تقرب و به پروردگار نزدیک میشن بدون شک جایگاهی از نزد پروردگار متعال شرف و جایگاهی از این بلند میشه. دوم، شب قدر را به خاطر قدر میگن که از تقدیر گرفته شده، یعنی در این شب که چقدر بلا و مصیبت های دامنگیر مردم میشه، چقدر انسان‌ها به دنیا می‌آیند، چقدر وفات می‌کنند، چقدر باران میشه، خیر و منفعت به انسان‌ها چقدر میرسه، در این شب تعیین میشه. الله متعال ملائک را معذف میکنه و برایشون املا میگن و در این شب تعیین میکنن که الله متعال در سوره مبارکه دخان میفرماید که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما قرآن کریم در شب مبارک نازل کردیم، یعنی شب قدر است. فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب تمام امور مهمی که از جانب پروردگار صورت میگیره در این شب فیصله میشه. سوم، شب قدر را به خاطر قدر میگن که این شب از تضیق و تنگی هست، یعنی آن قدر ملائک در این شب پایین میشه که یک بلیس جا در زمین باقی نمیمونه مگر اینکه اونجا ملائک است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید ان لله ملائکه سیاحین فی الارض، ملائکی که
در آسمان هفتم در بیت المعمور هستند، در این شب با حضرت جبرائیل علیه السلام به زمین پایین میشن و دفترها و اوراق و قلمهای به دست دارن و مردم در حالات مختلف البته یادداشت میکنن. از همین خاطر وقتی که صحائف را به نزد پروردگار میبرن، الله متعال از ایشان پرسان میکنه که بندگان ما در چه حالت شما دریافتین؟ میگن که یا الله اینها ذکر و اذکار میکردن. الله متعال میگه که آیا اونها ما را دیدن که ذکر رو از کار میکنن؟ میگن نه خیر. میگه اگر مرا ببینن چطور؟ میگه اگر تو را ببینن تمام عمری خود را صرف به یاد تو میکنن. میگه از چی امید داشتن؟ میگه اینها جنت رضایت تو را میخواستن. اللهم تول میفرما جنت مرا این نعمتهایی را که در اختیار از اینها آماده ساختم و اینها دیدن. میگه نه خیر. میگه اگر ببینن چطور؟ میگه اگر ببینن تمام زندگی خود را صرف آن اعمالی میکنن که سبب تقرب و رضایت شما میشه. از چی میترسین؟ میگه از جهنم. آیا جهنم مرا دیدن؟ میگه نه خیر. میگه اگر ببینن چطور؟ میگه اگر ببینن اعمالی که باعث تقرب و نزدیک شدن به جهنم میشه، فرسنگها از او عمل فاصله میگیرن. بنابراین در این شب ملائک پایین میشن و نه تنها انسان در حالت عبادت، بلکه در هم اعمال خیر و نیکی که انسان باشه این ملائک یادداشت میکنن و این صحائف خود را زمانی که صبح صادق طلوع میکنه به درگاه پروردگار میبرن. صبح سعادت کسی که به معنای واقعی شب قدر قدر میدونه. گاهی وقتا انسان در طول 11 ماه دیگر به شمول ماه مبارک رمضان، به خصوص در شبهای قدر، شبی که تقدیر همه بنده ها در حقیقت نوشته میشه، دعا بکنیم که خداوند ما را جز مقربین درگاه خودش حداقل قرار بده. خب چی کنیم که جناب وسیق صاحب شب قدر به معنای واقعی قدر بده؟ استاد گرامی، واقعا انسان مؤمن مسلمان وقتی که حقیقت دنیا را، وقتی که اشتباهات و خطاها و گناهایی را که انسان مرتکب میشه و بعد به رحمت و به مهربانی پروردگار میبینه، واقعا این آیات پروردگار برای قلبی از او تاثیر میکنه که همین لحظه ما تاثیرات شد در جناب شما دیدیم. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم آياتهم زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی هستند که وقتی آیات قرآن کریم به ایشان خوانده میشه، این آیات یک تحول بزرگی را در قلبی از اینها ایجاد میکنه. خداوند متعال این تحول بزرگی را در قلب ما، در زندگی ما ایجاد بکنه. استاد گرامی، بدون شک انسان مؤمن مسلمان زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه، این مؤمنین و مسلمان ها به دو گروه تقسیم میشه. یکی کسانی هستند که به شب اول ماه مبارک رمضان که داخل میشه، به عبادت و به طاعات آغاز میکنن و شروع میکنن. زمانی که شب قدر میرسه، تمام تقصیرات و کوتاهی هایی را که اینها مرتکب شدن محو نابود میشه در مدت 20 شب. بعد در شب قدر که دریافت میکنن، اینا منزلت و مقام و مرتبه شان بالا میشه. دوم کسانی هستند که از ابتدای رمضان تا شب قدر متاسفانه در غفلت و در همون گناه ها و تقصیرات و کوتاهی هایی که در 11 ماه دیگر مصروف بودن، این رمضان برای از اونها تغییرات نآورده. اما اینجا یک فرصت و یک چانسی است که پروردگار مهربان برای بندگان خود مشخص میکنه که ای او انسان گناهکاری که 20 روزی از ماه مبارک رمضان 20 روزی از ماه مبارک رمضان گذشت و تو امو انبارهای از گناهی را که به پشت خود حمل کرده بودی، او را هیچ کم نساختی، حالا فرصت هنوز هم باقی هست. این شبهای قدر را. و چه بدبخت انسانی است که شب قدر بگذره و خداوند او را نبخشیده باشه. بدون شک پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفهم من حرمه. کسی که از شب قدر محروم شد به تحقیق محروم است. به تحقیق محروم است. در ارتباط شب قدر شما ببینید این نعمت بزرگترین یک فضل پروردگار است. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روزی از روزها با اصحاب و یاران خود از عبادت امتهای گذشته قصه کرد. مثلا داوود علیه السلام را، حضرت زکریا علیه السلام را، چندین پیغمبر را ذکر کرد که اینها هزار ماه 80 سال اینها پروردگار را عبادت کردند. اصحاب و یارانش تعجب کردند که اونها عمر طولانی را خداوند برشون نصیب گردانیده بود. 300 سال 400 سال عمر می‌خوردن، 80 سال خود را وقف عبادت پروردگار می‌کردن.
حالا عمری ما از 60 الی 80 کمترین انسانی است که عمری از او به 90 میرسه. ما خو اون عبادت شایسته‌ای که باید پروردگار را عبادت بکنیم خو عمری ما کم است نمیشه. در این حالت بود که حضرت جبرائیل علیه السلام این سوره مبارکه را می آوره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم، و ما ادراک ما لیلة القدر، ای پیغمبر تو چی میدونی که شب قدر چی است؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی عبادت شب قدر، نماز خواندن شب قدر، صدقه دادن شب قدر، خوشی آوردن به لب غمگین و مصیبت زده یک انسان مؤمن و مسلمان در شب قدر برابر است، بلکه افضل و بهتر است از هزار ماه عبادت، از 83 سال و 4 ماه عبادت. نگفته برابر، بلکه افضل گفته. شاید دو برابر باشد، شاید ده برابر باشد، شاید صد برابر باشد، حتی حد حدود از این را بیان نکرده. از همین خاطر این فضیلت و این ویژگی ها و خصوصیاتی که در شب قدر است، اگر مسلمانی که به طور مثال استاد گرامی شما، به طور مثال شما یکی از کارمندانتون را بگوین که از ساعت 8 بجه تا 4 بجه کسی اگر کار بکنه ما 80 سال پیشکی برای از این ما ماش میتیم، این شخص این کار نمیکنه. خداوند برات میگه که تو شب قدر عبادت بکو، ثواب 80 سال ده، بلکه از او بیشتر ما برای تو عطا میکنیم. اگر انسان از این غفلت بکنه در حقیقت دیگر انسان در غفلت است، بازنده است واقعا. جناب وسیق صاحب، حالا چی اعمالی بیشتر در ماه مبارک رمضان به خصوص در شبهای قدر ما اعمال مختلفی را در طول ماه مبارک رمضان تجربه میکنیم، انجام میتیم، اما چیزهایی که در شب قدر به خصوص توصیه شده چی است؟ در شب قدر چند اعمالی را باید انجام بدیم. اول، زیاد به عبادت خصوصاً نماز خواندن، چون هیچ عملی به درگاه پروردگار از نماز کرده، از سجده کرده، از رکوع کرده معزز بیتر نیست. زیادتر بیشتر نماز بخونیم. دوم، با قرآن کریم، چون در این شب قرآن کریم نازل شده، قرآن کریم را بخونیم و زنگه های دل خود را دور بسازیم و با پروردگار کلام پروردگار را با زبان خود تکرار بکنیم. سوم، دعا کردن است. خصوصا چند دعای را استاد گرامی من اینجا خدمتتون عرض میکنم. حضرت عایشه رضی الله عنها از پیغمبر گرامی پرسید که یا رسول الله، اگر ما بفهمیم که این شب شب قدر است، چی دعای را بکنیم، چی کار را انجام بدیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشون فرمود که این دعا را بکنین که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو عفو کننده هستی، تو بخشنده هستی، تو بخشش را، تو عفو کردن را دوست داری، لذا از تقصیرات و کوتاهی هایی را که ما دانسته و ندانسته، ما گناه بزرگ و خردی را انجام دادیم، پروردگار متعال مرا ببخش. دوم دعایی را که ما خدمت تمام مسلمانانی که میخوان که از این شب استفاده بکنن، این دعا را فراموش نکنن. این دعایی بوده که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یک روزی از روزها عبور میکردن از راهی که یک صحابه دستشون بالا است و این دعا را میخوانن. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که این دعای از این شخص پذیرفته شد، قبول شد. گفتن چطور یا رسول الله؟ گفت این خداوند را به اسمشان، از خداوند چیزی را خواستن که او اسم، اسم اعظم است. بعد این دعا بوده که اللهم اینی اسألک بی انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این دعا را خصوصا در شبه های قدر فراموش نکنیم و دعا بکنیم. و دیگر اعمالی را که در این شب انجام دادن، کمک و همکاری، دست کسانی که فقیر و بیچاره هستند، دستی از اونها را بگیریم، اونها را کمک و همکاری بکنیم. انشالله که این بهترین اعمالی هست که در این شب انسان انجام میده و همون ثواب 83 سال و 4 ماه را انشالله به دست میآورد. یک دقیقه فرصت داریم جناب وسیق صاحب معزز. گاهی وقتا باید این گونه فکر بکنیم که این شب قدر شاید آخرین شب قدر ما باشه. با این وصف چگونه قدر بدانیم؟ استاد گرامی، همونطوری که شما گفتین، هیچ تضمینی وجود نداره. کسانی که در سال گذشته در شب قدر با ما بودن اما حالا نیستن، کسانی بودن که در شب قدر در سال گذشته در این ما صحتمند و سلامت بودن، حالا مریض هستن، هیچ تضمینی وجود نداره. از فرصتها و از لحظات عمر خود، زندگی خود استفاده بکنیم، از وقت خود استفاده بکنیم، باید از این لحظات استفاده کنیم. تشکر
خیلی سپاسگزار هستم سبقت الله وسیق عالم دین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ولی واقعا بیاییم فکر کنیم که عذر خواهی میکنم اول که یک مقدار اما حالت عادی که یک گرداننده باید داشته باشه ندارم. گاهی وقتا یک درنگ کوتاه، یک مکس کوتاه به اینکه چه کردیم و یا فرصتی هست برای ما که خداوند ما رو ببخشه و ما قدر قدر بدانیم به معنای واقعی، انشاءالله که جزء درک کنندگان شب قدر باشیم. برمیگردیم. به نام آن که رحمان و رحیم است، خطا بخش و خطا پوش و حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر است و بیدارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویتایم من گناهکارم. صدایت میکنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. شب قدر است و بیدارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویتایم من گناهکارم. صدایت میکنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. خداوندا نجاتم ده از این دریای پر طوفان. خداوندا نجاتم ده از این دریای پر طوفان. مرا یارب هدایت کن به سوی ساحل ایمان. مرا یارب هدایت کن به سوی ساحل ایمان. شب قدر است و بیدارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویتایم من گناهکارم. صدایت میکنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. خطا کردم، جفا کردم، نمیدانم چه ها کردم. خطا کردم، جفا کردم، نمیدانم چه ها کردم. ولی امشب ز جان و دل تو را یارب صدا کردم. ولی امشب ز جان و دل تو را یارب صدا کردم. شب قدر است و بیدارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویتایم من گناهکارم. صدایت میکنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. به دریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. شب توبه، شب غفران، شب تجدید پیمان است. شب توبه،
شب تجدید پیمان است، شب رحمت، شب قرآن، شب اخلاص و ایمان است. شب رحمت، شب قرآن، شب اخلاص و ایمان است. شب قدر است و می‌دارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویت آیم من گناهکارم. صدایت می کنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. بدریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. بدریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. تو خیر الغافرین استی، تو رحمان و رحیم استی. تو خیر الغافرین استی، تو رحمان و رحیم استی. گناهان را گذر فرما، که می دانم کریم استی. گناهان را گذر فرما، که می دانم کریم استی. شب قدر است و بیدارم، ولی یارب گناهکارم. چگونه با چه روی سویت آیم من گناهکارم. صدایت می کنم یارب، سیه رویم ذکر دارم. بدریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. بدریای گناهانم شدم غرق و گرفتارم. و سلام استاد، تشکر استادیت. بدون شک که شب قدر یکی از شبهای با فضیلت است و شب قدر شب تقدیر و سرنوشت انسان است. ما هم خواستیم صحبت کنیم بیشتر در مورد شب قدر و خوشبختانه مهمان دارم که هستیم. امشب حضور بانو فهیمه امامزاده استاد دانشگاه را با خود داریم و خوشحال هستیم از حضورشان. اما قبل از اینکه به چیستی و چراهای موضوع امشب ما بپردازیم، جا داره تشکر کنم از حامی مالی برنامه لحظات شادی و نوای همدلی را در این ماه ضیافت با نوشیدن انرژی پارتی تجربه کنید. خیلی خوش آمدین بانو فهیمه، شبتان بخیر، وقتتان بخیر، خوشحال هستیم از حضورتان. سلام هر زده خدمت شما نیا جان و بیننده های عزیز، امید که جور صحت مند باشن. بخیر سلامت باشین، خیلی تشکر. دوست داریم به عنوان مقدمه از شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون موضوع ما در مورد شب لیلة القدر، شب لیلة القدر یکی از شب های است که در ده اخیر ماه مبارک رمضان اتفاق میفته و پیشتر در یکی از شب های طاقش است. چون الله متعال در سوره دخان و سوره قدر در مورد شب لیلة القدر چنین بیان فرموده است: اینا انزلناه فی لیلة القدر. میگه ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. بله. و یکی از فضایل شب قدر نزول قرآن عظیم شان میباشه. که الله متعال در قرآن عظیم شان آیت 183 سوره بقره چنین فرموده است: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن عظیم شان را در ماه مبارک رمضان نازل کردیم. قرآن کلام ماست و ای را بخاطر هدایت به تمام انسان ها. بله. چون شب قدر از جمله شب هایی است که الله متعال در سوره قدر ای را بیان کرده است و همچنان با پیامبر بزرگوار ما می فرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر. ای محمد، چی دانا ساخته را که چی شب قدر؟ شب قدر چیز؟ یعنی اندازه و مفهوم و معنیش را. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه من کل امر. در این شب که است ملائکه ها و فرشته ها به اذن پروردگار از آسمان به زمین فرود می آیند به خاطر بنده های الله را در طاعت عبادت اعمالشان می بینند. بله، بله. و همچنان خود قدر به دو معناست، هم به معنای پیمانه اندازه کردن و همچنان تعیین وقت آن می باشد که الله متعال به صورت دقیق آن را وضع می کند و احکام خود را نازل می کند و همچنان عمراتی که در یک سال بر بنده هایش رزق روزی، امور و همچنان
تمام امورات زندگیشون رو چی میکنن؟ تا این اندازه میسازن. یعنی کلن تقدیر انسان در شب قدر تغییر پیدا میکنن. بله. من دوست دارم از عبادات خاصی که هر کدام ما باید در شب قدر انجام بتیم بگوین. بعض از دوستا هستن مثلا برای خودشان مشخص میکنن که در شب قدر اونا 100 رکعت نماز بخوانن. درست است؟ چون شب قدر به معنای ازی است که انسان میتونه پیشتر در طاعت عبادت خداوند متعال سپری کنه. بله. میتونه تلاوت قرآن عظیمشان، نماز نوافل و همچنان اذکار تسبیح. اما تعیین ساختن مشخص 100 رکعت نماز در حدیث شریف نامده. اما پیشتر میگه هر آن کسی که شب را زنده داری کنه در طاعت عبادت خداوند زمانی که ملائکه ها با روح جبرائیل در زمین فرود میان از بنده های الله میبینن. هر کسی اگر در پهلو ایستاده نشسته در هر حالت که الله را تسبیح و ذکر یاش بیان میکنه است تمام از اونها دیدن کرده و به الله متعال چی میکنه میرسن. دوست دارم از نشانه های که شب قدر هم بگوین، چون در لابلای صحبت هایتون گفتین که بیشتر ما مؤمنان باید شب قدر در شب های طاق ماه مبارک رمضان البته دهه اخیرش جستجو کنیم. بیشتر شب قدر در ده اخیر رمضان در شبهای طاقش اتفاق میفتند که جمله شب 21، 23، 25 و 27 الا 29. باید. اما تعیین مشخصش نیست در کدام شب، چون هر سال در هر شب طاقش این شب قدر چیسته اتفاق میفتند. بله. اما علامات و نشانه های از ایرا که بیان کرده است میگه شب میباشد که آسمان صاف و روشن، هوا متعادل می باشد. اگر فصل زمستان باشد آنقدر سرد زیاد نیست، اگر تابستان باشد گرم زیاد نمی باشد و همه جا به نور خداوند متعال چی می باشد؟ روشن می باشد. و در کنارش وزش باد هم می باشد از جمله نشانه های شب قدر. بله. بنو فهیمه، یک سوالی که البته به ذهن من دقیقا امین لحظه آمد، خانمایی که در شب قدر دقیقا عادت ماهوارشان است، اونا که طبعا نمیتونن نماز بخوانن و قرآن کریم تلاوت کنن، چه کار باید کنن؟ چطور باید وقتشان بیشتر در عبادت سپری کنن؟ بسیار سوال خوب. و خانم هایی که بیشتر در ماه مبارک رمضان عذر نمیداشته باشن، چون این فرصتی هست و همچنان تخفیف از جانب الله متعال است که روزه و نمازشان بخشد، اما باز روزی خودم میتونن قضا به جا بیارن. بله. اما به خاطری که فضیلت شب قدر اینا محروم نشن، بلکه میتونن شب قدر در ذکر و تسبیح و دادن صدقات و خیرات در این امور میتونن سپری کنن. البته میتونن که دعا کنن، شب زنده داری کنن، دعای خیر کنن، در کنارش دست نیازمندان بگیرن که کلا نزد پروردگار خالی از ثواب نیست. دعای مشخص وجود داره برای شب قدر؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خانم پیامبر بزرگوار ما میفرماید، میگه زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ده اخیر ماه مبارک رمضان شبهای طاق را زیادتر جستجو میکرد. بله. اما بخاطر که از این ده اخیر رمضان از شب طاق محروم نبانه پیشتر اعتکاف مینشست و همچنان ما را هم تشویق ترغیب به ذکر و تسبیح و اذکار و تلاوت قرآن عظیمشان مینمود. اما با پیامبر بزرگوار ما عرض کردم که یا رسول خدا، آیا کدام دعای مخصوص وجود داره که در شب انجام بدم؟ پیامبر بزرگوار ما فرمود که میتونین بگوین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. این دعا را پیشتر بخونید، چون الله متعال خودش عفو کننده و بخشنده و کریم است و از الله بخواین که مورد عفو و بخشش قرار بده. پیشتر این دعا را میتونید. بله. در کنار از یک، خب یک فرد شب قدر زنده داری میکنه، بیشتر در طاعات عبادات سپریش میکنه، آیا آداب خاص هم وجود داره که باید یک مؤمن در شب قدر رعایتش کنه یا نه؟ آداب خاص کسی میتونن که شب قدر را در طاعت عبادت و گفتیم دادن صدقات و خیرات در اینی امورات و همچنان بلکه سخنان نیکو، الفاظ خوب و هم عمل نیک را که انسان انجام میده در هر ماه، چون مادل و پاداشش دست، اما در این ماه اجر و پاداش الله متعال به 700 مرتبه افزود کردن. بله. امیدوار استم در ماه مبارک رمضان، در ماه مهمانی خدا، نیازمندان فقرا را واقعا فراموش نکنیم. گرچه صحبت های ما در ماه مبارک رمضان هر شب در برنامه بیشتر است، اما تکرار احسن است. واقعا ما خانواده هایی داریم که در جامعه ما، در اجتماع ما نگران تهیه یک وعده غذاییشان هستند. من امیدوار استم خانواده هایی که متمول هستند، دارنده هستند، حتی اگر کمکتان به اندازه یک دانه خرما هم باشه نزد پروردگار خالی از ثواب نیست. دوست دارم در مورد قبولیت دعا هم در شب قدر از شما بشنوم. چون قبولیت دعا در شب قدر، الله متعال میفرماید، میگه
اموراتی که مستحب و زی ایشب میتونه انسان انجام بده استغفار گفتن و حس کن. اما به هر چندی که میگه هر بندیم به سوی ما دست دراز کنن و از ما طلب داشته باشن دعایشان را چی میکنن؟ قبول. حتی میگه به فرشته ها حکم میکنه الله متعال که آیا کدام بندیم از ما حاجت داشت که ما برآورده کنم؟ آیا مریض دارن درخواست داره که با اونا را صحت مند بسازم؟ یعنی هر دعایی که انسان در این شب انجام بده الله متعال دعایش را اجابت میکنه. بونو فهیمه، فرد را مثال میتیم که در شب قدر خوابش میبره، شاید از باعث خستگی، شاید هم یک مورد دیگه. حالا ای چی را از دست داده؟ ای فرد کلن چی را از دست داده در شب قدر؟ یکی از ویژگی های شب قدر زنده داری است که باید است انسان در طاعت عبادت و همچنان زنده داری کنه، چون زمانی که روح جبرائیل علیه السلام و همچنان با ملائکه ها از آسمان به زمین فرود میان، اینا تا دم صبح از بنده های الله چی میکنن؟ نظارت میکنن، میبینن در هر حالتی که طاعت عبادت بداشته باشن. اگر کسی در حالت غفلت و خوابی چیزا سپری میکنه هم از اونا. اما بیشتر چه خوب است که ما باید از فضایل این شب چی کنیم؟ درک کنیم، بدانیم. اگر کسی از این شب غافل میمانه، بیشتر در خواب یا مصروفیت دیگر سپری میکنه، پس به معنای عزیز که الله متعال میگه از خیر شب قدر چی است؟ بی‌نصیب میشه. محروم میشه. اگر از باعث خستگی زیاد خوابش ببره؟ باز الله متعال به همه امورات و اعمال انسان چی است؟ شنوا و داناست، میدانه. در شب قدر واقعا یعنی مدت مشخص شده که یک مؤمن یک مسلمان چند ساعت کلا در عبادت سپری کنه یا نه؟ وقتش مشخص نیست، اما حدیث پیامبر خداست که میگه هر کسی که شب قدر را من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میگه هر کسی که شب قدر قیام لیل کنه، نماز بخونه، طاعت عبادت از سر شب تا طلوع فجر، زمانی که گفتیم حتی هی مطلع الفجر، یعنی ملائکه حاکمین به خاطر سلامتی و بنده ها نظارت میکنن، اینا تا صبح صادق تا صبح فجر میباشن. بله، در لابلای صحبت هایتان اشاره به این داشتین که در شب قدر کلا سرنوشت و تقدیر یک انسان تغییر میکنه. من دوست دارم به وضاحت از شما بشنوم. گفتیم که چون خود شب قدر کسته امی قدر به دو معنی آمده، هم پیمانه کردن هم به معنی قدر و عظمت و بزرگی. یکی از دلایل عظمت و بزرگی از این نزول خود قرآن از امشان می باشه که الله متعال دیمی ما دمی شب قدر قرآن از امشان نازل کرده. چون نزول قرآن به دو مرتبه سوره گرفته، یکی در ظرف 23 سال به پیامبر بزرگ کرمان و دیگه به شکل مجموعی دمی شب قدر است. و دیگه به معنای پیمانه کردن و اندازه کردن به معنای عزیز که الله متعال هر حکم را از هر بندی خود مثلا اموراتش را که به چی اندازه رزق و به چی امورات و همچنان کدام احکام و میاد تمام انسان که آیا تا سال آینده کیها وجود می داشته باشه و کیها وقت زمانش مقرر می باشه در چی وقت سال از دنیا میره، تمام احکام خداوند متعال تعیین میکنه و برش حکم را نازل میکنه. بون فهیمه، اگرچه فرصت کم است اما یک سوال دیگه هم دوست دارم از شما بپرسم. افراد اشخاصی که بیمار هستند، مریض هستند، در بستر بیماری هستند، اما دلشان میخواد که شب زنده داری کنن، اینا چطور از فضیلت شب قدر محروم میشن یا نه؟ اینا که دوست دارن، چون الله متعال همیشه بر بنده های خود آسانی را میخواد، سختی را نمیخواد. اما بیشتر از کسانی که در بستر هستن و میتونن که کوشش میکنن که ما شب قدر باید زنده داری کنیم و اگر نتانستن در خواندن نماز تلاوت میتونن اینا از کار دمو حالتی که استراحت در بستر هستن میتونن از کار بگوین، تسبیح بگوین و دعا کنن، خداوند متعال اجابت میکنه. تشکری خاص میکنیم از مهمان خوب ما بانو فهیمه امامزاده استاد دانشگاه و صحبت های خیلی عالیتان که در مورد شب قدر با ما و دوستا شریک ساختین. بخیر سلامت باشین استاد. سپاس از شما ایزانم که تا این دم ما را همراهی کردین. امیدوار هستم همه ما شب قدر را به معنای واقعیش قدر بدانیم. رفت و برگشت کوتاه، زود برمیگردیم، با ما باشین. نسیم کوی جانان است قرآن، نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن.
به گلزارش خزان راهی ندارد، بهاران در بهاران است قرآن. صفای بوستان آسمانی است، شکوه باغ رضوان است قرآن. رهانت از جهالت آدمی را، فروغ علم و ایمان است قرآن. تراوت بخش روح مؤمنان است، با جسم عارفان جان است قرآن. با صدق و راستی همتا ندارد، رفیق نیک پیمان است قرآن. بسوزد خرمن شرک و ریارا، چو کوه آتش افشان است قرآن. نهان در سینه ها و سر عشق است، کلید گنج عرفان است قرآن. بود معجز رسول هاشمی را، که در شأنش ثناخوان است قرآن. طبیب دردهای بیدوا اوست، با جان خسته درمان است قرآن. تسلی بخش دلهای غمین است، چراغ شام هرمان است قرآن. در آن سامان که سامان نیست کس را، پناه هر مسلمان است قرآن. به حشر و سنجش میزان اعمال یقین میدان که میزان است قرآن. به حشر و سنجش میزان اعمال یقین میدان که میزان است قرآن. یقین میدان که میزان است قرآن.